بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وأخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه ما شما بخير وخوبی بعنوان اهمیت المساجد، اهمیت مساجد، لماذا نساهم في بناء المساجد، چرا سهم میگیریم در قسمت آبادی مساجد، به ارتباط آبادی مساجد و به ارتباط اهمیت مساجد در اسلام با هم کلمات مختصری مفید را داریم انشاءالله. لطفا توجه نمایید. نساهم في بناء المساجد، سهم میگیریم در قسمت آبادی مساجد به دلایل مهم و مفید. از ضمن آن دلایل ده نقاط مهم را سر دست دارم، به شکل مختصر مفید سر آن بحث می داشته باشیم انشاءالله. اولا، نساهم في بناء المساجد، سهم میگیریم در قسمت آبادی مساجد، لإقامة الصلاة، برای ادا نمودن نمازها. ورکعو مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، کنایت از این که نمازهایتان را تا جایی که امکان داشته باشد در جماعت ادا نمایید. لإقامت الصلاتی، برای ادا نمودن نمازها مساجد را آباد می نماییم. ورکعو مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان. دوم، لاجتماع الناس على طاعة الله ورسوله، به هدف اجتماع مردم، جمع شدن مردم برای عبادت، به هدف طاعت خداوند و رسولش، سر طاعت خداوند و رسولش جمع می شویم، در راه طاعت خداوند و رسولش جمع می گردیم در مساجد. لاجتماع الناس على طاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، طاعت خداوند و طاعت پیغمبر او را داشته باشید ممکن در رحمت داخل گردید. طاعت خداوند مهربان و طاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ادا نمایید. سوم، لتعلیم القرآن الكریم و نشره، به هدف تعلیم قرآن کریم، آموزش قرآن کریم و نشر آن. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، حدیث شریف، بهترتان آن کسی است که قرآن کریم را می آموزد و آن را به دیگران تدریس و تعلیم می نماید. در راه نشر قرآن کریم، در راه آموزش قرآن کریم سهم می گیریم و بناء مساجد به این اهداف مهم و با ارزشی است انشاءالله. چهارم، المسجد مكان لتربية الأبناء وتعليمهم، مسجد جاي تربية فرزندان وتعليم شانست. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي كسانك إيمان أورديت خدرا وأهل بيت تانرا فرزندان تانرا فاميل تانرا أز آتش نجات دهيد. بهترين راه نجات در تربية وتعليم صحيح شرعي إسلامي شان ذكر شده است. آیت مبارک سوره التحریم. پنجم، فی اعمار المساجد و تطهیرها اجر عظیم، در قسمت عمارت مساجد و پاک کردن مساجد اجر عظیم، اجر بزرگ است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، عمارت می نمایند یا آباد می نمایند مساجد خداوند را کسانی که به خداوند و به روز آخرت ایمان دارند. ششم، بناء المساجد صدقه جاریه، آبادی مساجد صدقه جاریه است. کما ورد فی الحدیث، در حدیث مبارک ذکر شده است، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث و منها صدقه جاریه، هنگامی که اولاد آدم علیه السلام فوت گردد عملش قطع می گردد مگر از سه چیز، و یکی آن مسئله صدقه جاریه است، مانند آبادی مساجد و فرزند صالح که برایش دعاگوی باشد، فرزند صالح و همچنان علم نافعی که آن را نشر کرده باشد. اما شاهد صحبت ما شما صدقه جاریه که بنای مساجد می باشد.
عفتم بناء المساجد من شعائر الدين ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء مساجد آبادی مساجد از ضمن شعائر دین است، از ضمن علامه های دین مبارک اسلام و از ضمن سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد وتطهيرها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت خود را امر کرده است که مساجد را آباد نمایند و آن را پاک و نظیف نگاه کنند. و قال تعالی، خداوند مهربان می فرماید: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. خداوند اجازه داده است که خانه های را شما آباد کنید برای خداوند مهربان به هدف عبادت، که منظور از مساجد است که در آن نام خداوند ذکر گردد و عبادت خداوند مهربان صورت بگیرد و نماز را ادا نمایید. اشتم المسجد مکان للعبادت. بله، مسجد جای عبادت است و ذکر جای ذکر است. بله، و دعا و جای دعا کردن است. بله، و اسأل الله من فضله. از خداوند شما آرزوی فضل و کرم را داشته باشید، آرزوی هدایت را داشته باشید، و بهترین جای آرزو کردن و دعا کردن داخل مساجد خانه های خداوند مهربان است و دعا مستجاب تر می باشد. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. و مساجد خانه های خداوند است، با پروردگارتان شریک را انتخاب نکنید. نوم المسجد بیت المسلم و عنوانه. بله، مسجد آدرس بنده مسلمان است و خانه بنده مسلمان است. دوم و اخیرا، من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی که مسجد را برای خداوند بروی زمین آباد نماید، خداوند در بهشت برایش خانه را آباد می نماید. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. کلمات مختصر مفید به ارتباط عمارت مساجد و آبادی مساجد و یا اینکه سهم گرفتن در قسمت بنای مساجد. خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.